فرموده ای جوانی هیهات، یادی نشسته بر خاکستر. شرمت باد آخر آن آتش عزیز جوان را در چشم های خسته ندیدی. باری دگر آواز صبح مثل درآمد ماهور، یک پنجه غم میان سه مضراب خواستن. خورشید وقتی که نور می آید از ما و من رهیدن. فرموده ای که غیرت تن پوش توست، این صد هزار هزار شعله عاشق بی غیرتند. آنها که روشنایی جان را در هفت شهر مولانا، آن شب که در نگاه جهان گریه خواب را پنهان کرد، بر بام آسیا افروختند. آنها که بودنت را انکار می کنند و نام نامیت را با مرگ پیوند دادند. بی غیرتند فرموده ای، زیباترین ترانه بیداری چونان تصورت در آب آوازه حبابی است، یعنی که چون تو می ترکد. اما فرموده است ملت ایام توست که اینک از ده به صفر رو به زوال است. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 17 مهر ماه 9 اکتبر به شما سلام می کنم. دو سه نکته رو من اول اشاره بکنم، چون امشب شب پر حرف و گپی است. اما به قول عزیزان افغانم و تاجیکا، گپ و گفتی دارید خیلی خوب زیباست. حضورتون عرض کنم که دو نکته به نظر من نکات قابل تأملی است. یکی این که در برنامه علیرضا میبودی عزیزم دیدم با بهمن مقصودلو، دوست قدیم و ندیمم و کارگردان و تهیه کننده فیلم، داشت صحبت میکرد. حالا بهمن برای خودش دیگه شده یک انسیکلوپدی، دنبال این کارهایی که میره کارهای ارزشمندی هم هست. ضمن صحبت اشاره به بانوان سینما ایران شد که پس از انقلاب چه بر سر اینها آمد. من واقعا همینجور داشتم تعمل، بعد اشاره که میکردن راجب کارگردانان زن در سینما ایران، تصویری از خانم شهرزاد رو هم نشون داد، خسته و شکسته. و این زن چقدر پرشور بود، بارها گفتم روزی که زنان در نخستین حرکت خود علیه استبداد سید روح الله مصطفوی و دامادشون آقای اشراقی و فرمان چادر به سر کردن به پا خواستن جلوی نخست وزیری، این شهرزاد بود که تازه مریم و مانیر هم ساخته بود، دوربین به دست اومد و از خواهران و دختران و مادران خودش فیلم برداری کرد. و چقدر اونجا بهش توهین کردن، غیرتمندان پاسدار. اما او ایستاد و کارشو انجام داد. باز در اینجا صحبت از خانم شورانگیز طباطبایی، خانم پوری بنایی که در بر مزار سیمین بانو دیدمش، همچنان پوریوار با همون وقار و متانت. اشاره به خانم آذر شیوا کرد، بانویی که تمام زندگیش کتابی بود به نام شازده کوچولو، آنتوان سن اگزوپری. و بعد به یاد فیروز کریمی دوست نازنینم افتادم و همسرش خانم جاله کریمی، در خیلی از فیلم های وحدت بازی میکرد. پسر نصرت دوست من بود، همکلاسی من بود و وحدت چقدر محبت داشت که همشهری، پدر همشهری و اصفهانی. و به یاد خیلی هاشون، خانم کتایون که این آخری ها توی یکی دو سریالش دیدم، کتی تیلور ایران که هیچ وقت فیلم حسن کچلش رو از یاد نمیبریم، خانم سپیده، خانم فریبا خاتمی در فیلم رضا موتوری. و دونه دونه اینا رو این عقده مندان که بارها رفتن فیلم هاشون دیده بودن به کمیته احضار میکردن و این رو از حالا اسم نمیارم، از یکی دو تنشون شنیدم، چه دوستان مرد، هنرپیشکان مرد و چه بانوان،
که اینها می آوردن ما رو اونجا تحقیر می کردن. بعد یه عمر این تو تصورش بود که مثلا دستش به من بخوره، به بهانه اینکه چادرت عقب رفتی یا حجابت درست نیست، منو می برد توی اتاق تنبیه می کرد. من اونجا می شون 4 ساعت 5 ساعت که به التماس بیفتم، کیف می کرد، مردانگیش ارضا می شد. یه شاگرد نفروشی که حالا اومده بود شده بود مأمور کمیته. دردناکه اینا رو وقتی صحبت رو شنیدم حال غریبی داشتم، یعنی پیش خودم میگفتم چقدر خوب مقصودلو اگر رفته و اینها رو در این شرایط به تصویر میکشه. دوست دیگری برای من نوشته بود آقا فریاد بزنید ببینید این آدمخواران اسلامی با کردها در کوبانی چه میکنن و این دولت اردوغان دروغزن لافزن هیچ کار نمیکنه. امشب در این رابطه مفصل صحبت خواهیم کرد. میدونید مهمونم کیه؟ محمد رضا شاهید عزیزم که خیلی دوست دارید زیر آسمان پاریسشو، گزارشاشو خیلی دوست دارید و همینطور گذری و نظریشو، نشستش پای صحبت شاعران. مفصل صحبت خواهیم کرد. بگذارید قبل از اینکه من با شاهید آغاز کنم فقط یه نکته رو بگم. آقای پرزیدنت دکتر شیخ حسن روحانی سخنانی ایراد کردن که شنوندگان قشر تحصیل کرده، روشنفکر، استاد و دانشجو بود و ایشون در این سخنان مثل خیلی سخنان دیگر انگوش روی قضایای مهم میگذاشت. باز توی پرانتز باز کنم، سپاسگزارم از یکی از آشنایان آقای امیر خسروی که به من ایمیل زدن و تشکر کردن. من کاری نکردم، من درباره یک انسانی که به ناحق او رو جنایتکارانه به قتل رسوندن، درباره آقای مهافرید امیر خسروی من اومدم فقط صحبت کردم، حرف عجیب غریبی نزدم. و بنابراین آقای روحانی میآیند و میگویند که ما اگر استادا رو دعوت میکنیم، اگر کسانی رو میگیم اینجا بیان، حالا به اسم اینکه یکی جاسوس توشونه باید در دانشگاه رو ببندیم، در گفتگو و بحث رو ببندیم. قربونت برم، این چیزی است که از اول این انقلاب لعنتی ملاک شما بوده، ملاک شما که دبیر شورای امنیت ملی بودی، چرا اونجا اعتراض نکردی وقتی بزرگترین اساتید، شخصیت‌های برجسته بین‌المللی، هنرمندان به ایران میمدن و اونجا یه مش از این اوباش حزب الله میرفتن شعار میدادن؟ اون روزی که خاتمی با خون جگر برنامه جور کرد که توریستای امریکایی بیان ایران، اتوبوسشون شکستید، اون اوباشگری رو در آوردید، اون اوباشگری در سفارت انگلیس. شما دبیر شورای امنیت ملی بودی، شما دسترسی به سید علی آقا داشتی، چرا نرفتی بشینی باهاش صحبت کنی؟ اول حرفای آقای روحانی رو گوش بدیم، بعد من یه تعلیق کوچکی دارم و کوتاهی و سپس گفتگو رو با شاهید عزیزم آغاز میکنیم. دانشجوهای نمونه کشوری از دانشگاه علوم پزشکی تهران پیگیری شد. فرصت محدود است، من هم ترجیح میدم که سریع سراغ اصل مطلب بروم. پوزش هم میخواهم اگر مطالب را از بر میگویم. متاسفانه به لحاظ ملاحظات امنیتی اجازه ندادن کاغذی که باید میآوردم رو بیاورم. خب به فال نیک میگیرم، انشالله که باعث شود خالصانه تر و صادقانه تر صحبت کنم. میگن اگر تماس داشته باشیم با خارج، استادای ما برن، استادای خارج بیان، نکنه یه وقتی یکی توش جاسوس در بیاد. دست فردارید از این بهانه جویی ها. البته اینکه امروز جزو برنامه گذاشته نشده بود تا تشکل‌های دانشجویی سخنان خودشون رو بیان کنند مایه تأسف من شد. ما نباید بترسیم از اینکه اساتید ما در کلاس ها سخنان متفاوتی رو بیان می کنند. نظرات متفاوت، سخنان متفاوت. ببینید سخن متفاوت غیر از سخن مغرضانه است. بله یک کسی مغرض و یه بحث دیگری است.
اما یک کسی هست نظرش هست و اون نظر خودش رو میخواد بیان کنه، خواهش میکنم سخت گیری نکنیم. سخت گیری های بی مورد منجر میشه به عدم تساهل، عدم تساهل منجر میشه به رانده شدن افراد لایقی که بیانشان صریحه. سختگیری منجر میشه تملق‌گوها بالا بیان. نگذاریم در دانشگاه. من همینجا ضمن تشکر از آقای روحانی به پاس این صحبت‌هایی که برآمده از دل تک تک اون دانشجویان و اساتید و انسان‌های پژوهشگر و وارسته هست، ممنونم از دل اونا سخن. اما فقط سخن گفتن آقای روحانی پیشش شده. آقای حسام الدین آشنا، آقای دکتر حسام الدین آشنا، مشاورشون کنارشون نشسته بودن. دلم میخواد آقای روحانی از ایشون بپرسه به عنوان رئیس دفتر وزیر اطلاعات اسبق که پدر همسرشون هم هست، قربان علی ماسپند، یعنی قربان علی دوری نجف آبادی، سوال کنن از ایشون. ایشون کاملا میدونن که در زمان آن انسان چه انسانهایی به خاطر دگراندیشی و سخنی مغایر تعلیمات و بیان رایج گفتن چه بلاها و شکنجهایی بر سرشون اومد، چه کسانی رو گلوشون رو فشردن و خفه کردن. پروژه قتل‌های زنجیره‌ای مگر محمد مختاری چی کار کرده بود غیر از این که اصول انسانیت رو ترویج میکرد؟ مگه محمد جعفر پوینده چه کرده بود غیر از این که ترجمه هایی کرده بود که انسان با خواندن اون مفاهیم و معانی انسانیت رو بیشتر درک میکرد؟ مگه داریوش و پروانه چه کرده بود؟ و دونه دونه اینا رو مجید شریف چه کرده بود؟ این انسان وارسته پیروز دوانی چه کرده بود؟ آقای روحانی اگر به این حرفش اعتقاد داره و معتقد حرف را باید گفت، تا بغضی نشه که منفجر بشه، خود آقای آشنا رو صدا بزنه بگه آقا یه فهرستی درست کن، حالا اونایی رو که کشتن که ما شرمنده ایم جلو خانواده شون، اونایی رو که آزار دادن، شکنجه دادن، در زندانن، یه فهرستی شما درست کنید که من یک جوری از دل اینا درارم، یه جوری وسیله فراهم کنم اینا بتونن کار علمی، تخصصی، نوشتن، تحقیق، فیلمسازی، سرودن، این رو دوباره از سر بگیرن، دوباره نغمه‌شون رو ما بشنویم. این راهشه جناب آقای پرزیدنت روحانی. فقط با حرف زدن نمیشه آدم از مسئولیت شانه خالی کنه. شب برید خونه به همسرتون و فرزندان آشنایتون بگید دیدی چجوری زدم پوستشون رو در آوردم؟ خب این کاره که من دارم هر روز میکنم، دیگرانم میکنم بهتر از شما. شما در مقام رئیس جمهوری باید به این حرف فعلیت ببخشید، اون اهمیت داره. امیدوارم این جامعه‌ای که سختگیری میکنه، تملق‌گوها افزایش پیدا میکنن، یه نگاهی به اطراف مقام معظم رهبری بکنید، حرفایی که درباره ایشون میزنن تأمل کنید روش، تدقیق کنید، ببینید از ایشون چه خدایگانی ساختن. به خدا سوگند در تمام 57 سال رژیم پهلوی به اندازه یک ماه تملقی که برای آقای خامنه‌ای گفته میشه
در مورد شاه و خاندان سلطنت و غیره گفته نشد، نوشته نشد. هر روز شما روزنامه رو باز کنید، این زمان صدام تو عراق که هر روز روزنامه باید عکسی ازش بود. یه روز پرسیدم از سعد البزاز وقتی جدا شده بود، این یعنی چی؟ گفت اگه ما یه روز نذاریم این یه معنی دیگه میده، چون از اولی که صدام اومده هر روز باید عکسش علکی باشه. اگر اون بالا عکسش نباشه، آقای خامنه ای هم اینجوری شده. بابا صدر رحمت به سید رولای مصطفوی، صدر رحمت به او، این آقا رو باید هر روز عکسش بده. آقای معنی نداره. چرا؟ آقا عدسه فرمودن، آقا مسئله فیزیک حل کردن، آقا شب شعر داشتن، آقا دعا خوندن، آقا نماز خوندن. بعد اون موحدی کرمانی نادان در قرن 21 میگه باید مردم بیان برن نماز استقصا بخونن. این نادان درک نمیکنه فعل و انفعالاتی که باعث باران میشه با نماز تو دروغگوی گربه عابد و مسلمان شده از آسمون بارون نمیاد، به حرف گربه سیاه بارون نمیاد. حالا تو عمامت سفیده، فرقی نمیکنه. به هر روی اینم چیزی بود که ضرورت داشت بهش اشاره کنم درباره آقای روحانی. و سپس بگویم خوش آمدی محمد رضا شاهید عزیزم. درود بر شما ای شاهید. سلام آقای نوری‌زاده، سلام به یکایک بینندگان عزیز. مطالبی که می‌فرمودید من رو واقعا به فکر برد. عجیب از همین یک شنبه آقای نعمت آذر در برنامه گذری و نظری داشت، بدون اینکه قصد مقایسه به معنای مقایسه رو داشته باشه، میگفت که در پیش از تغییر حکومت او محکوم به 3 سال زندان شد و با اینی که کارمند رسمی بود و بعد طبیعتاً دیگر از حقوق اجتماعی محروم میشود، با این حال تخصص او رو نگرفتن و او بعد از زندان مجدداً به دانشگاه ملی رفت، فقط قراردادش دیگه کارمند رسمی نبود. میدونید که نعمت آذر مشهورترین شعر رو برای تختی گفت، بله. یکی از هواداران انقلاب بود و برحال فرد راحت و سهولیش، بله، بله. حکومت به اون نظر لطف داشت. یه تصویری رو از نعمت بگم براتون، رفیق عزیزم. نعمت به زندان افتاده بود و بانوی او، خدا رحمتش کنه، بانوی فداکار و نازنین، یه دوشنبه اومد به کافه فیروز. مرحوم آل احمد از ما جدا شد، رفت یه گوشه نشست و این خانم رفت کنار اون نشست و یک چیزی داد بهش. بعد ایشون رفت، مرحوم آل احمد اومد سر میز، به عباس پهلوان گفت پهلوان این رویا همسر نعمت آزرمه. تخلصم برای خودش انتخاب کرد رویا نعمت. یه قصه نوشته تو فردوسی چاپ کن، اگه بتونید یک حق البوغی هم قائل بشید با اون لحن آل احمد. آقای پهلوانم گفت بسیار خوب، عباس همیشه سرش برای این کار درد میکرد. و قصه خیلی قشنگی هم بود. هفته بعد در فردوسی چاپ شد، قصه ای از رویا نعمت. یک، حالا این رو بگم که دوست عزیزم، شما لغت کارآفرین رو در فرانسه که تلفظشو میکنی چی میگید؟ که لغت پنور، آنتروپنور که ما اینجا میگیم، شما چی میگید؟ کارآفرین یعنی کسی که خلاقیت کار داره؟ بله، کسی که کار ایجاد میکنه. اگر کار ایجاد میکنه میشه پرودوکتور مثل لغت انگلیسی. نه، ولی میشه پرودوسر. نه، کارآفرین باشه، میاد یه کارخونه میزنه. تو ما در انگلیسی که میگیم آنتروپنور، شما در فرانسه چه میگید بهش؟ چون لغت اصلش فرانسه است. میتونه کریاسیون دو امپلوا باشه، یعنی کسی که آنتروپرنو نمیگید شما؟ بله، آنتروپرنو نمیگید. نه، اون آنتروپرنور یعنی وقتی که شما اینو تولید کردید، یعنی در واقع مثل این میمونه. بله. که شما این همین در باشید. نه نه، من اینی که ازتون پرسیدم به خاطر این کننده کالا. بله، یعنی من اینی که پرسیدم به خاطر اینکه این رو من تلفظ که میکردم برگرفته از فرانسه بود. یک هموطن عزیز با دقت ما که ازش ممنونم گفته این رو باید شما به لفظ انگلیسی آنتروپنور بگید. من فرانسویشو گفتم
در حال پوزش میخوام، متخصص زبان فرانسه اینجا بود، بعد ازش سوال میکردم. عزیزم من آنتروپرنور در واقع مثل نه اینکه سرمایه دار، ولی کسی است که مالک تولید شغل هست، نه اینکه خلاقیت تولید. نه میدونم میدونم، ما در زبان فارسی معادل براش پیدا کردیم و گذاشتیم کارآفرین، یعنی کسانی که با سرمایهشون کارآفرینی میکنن. آقای محمود خیامی، اینایی که در قبل از انقلاب بودن، لاجوردی، غیره غیره، اینایی که کارآفرینی میکردن. در جمهوری ولایت فقیه کارآفرینا مثل آقای شهرام جزایری ساختمون سازی میکنه، بساز بفروشی، اون دیگه کارآفرینی. معمولا میگفتیم سرمایه دار. نه خب بله سرمایه دارم میگفتیم، ولی الان کارآفرین خیلی متداول شده. عزیزم من چیزی که الان دارم میخواد یه تأملی روش بکنیم، این سراج میردامادی اینقدر انسان معصوم و نازنی نیست. من هر روزی که او در زندان بگذرونه احساس درد میکنم و دلم میخواد اون روز که با آقای شاهید صحبت میکردیم اشارهی به سفر او کرد به گذشته، یک فیلمی از فرزند او از اول اینو ببینیم، بعد من آخرین گزارش محمد رضای عزیزم رو درباره او بشنوم. جانی دانی ما باید دانا باشیم، هوشیار و بینا باشیم، از بحر حفظ ایران باید توانا باشیم. آزاد باش ای ایران، آباد باش ای ایران، از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران. خیلی قشنگه. من بهتون گفتم ما در ازبکستان در روستای باغستان اونجا بودیم که با بهروز آفاق، مطلوب خانم شیرعلی آوا، تاجی بای در میدان مدرسه بزرگ شهر جشن نوروزی، بچه ها اومدن ما فرزندان ایران رو خوندن که برای ما عشق رو به همراه داشت و واقعا لرزیدیم. خب شاهد عزیزم چه خبری از سراج؟ بله باید ابتدا به شما گفته باشم که ظاهراً آقای صلواتی برنامه پنجره رو به خانه پدری رو مشاهده میکنن، به این دلیل که فردای پخش به سراج اجازه داده میشود که تلفن بکنه به پاریس و با همسر و فرزندش متین که این نوار رو از او دیدید صحبت تلفنی داشته باشه، و مهمتر این که بقیه زندانی ها این اجازه رو پیدا میکنن، حالا به چه دلیل نمیدونیم. این فیلمی که مشاهده میکنید زمانی است که متین تابستان رفته بود به ایران و بعد از ملاقات با پدرش در بیرون جلوی زندان اوین این شعر رو خوند. به هر حال سراج متاسفانه زندانی است و آقای صلواتی هم حاضر نیست به او با وثیقه اجازه آزادی بده، ولی تا اونجایی که خبر دارم هفته گذشته با همسر و فرزندش تلفنی صحبت کردن و همونطور که همسر ایشون میگفتن روحیه خوبی داره. فوق العاده است. سراج همونطور که گفتم یکی از شریفترین روزنامه‌نگاران و انسانی مؤمن به اصول، به مبانی، به ضوابط. او، همسرش، فرزندش، واقعا آدم نگاه میکرد بسیار زندگی ساده، بی تجمل، بی تکلف، و همه وجودش عشق بود به سرزمینش، به اعتقاداتش، و براش آرزوی سرفرازی بیشتر و زودتر از زندان قوم و خیش خودش سید علی آقای ولی فقیه آرزو میکنه. خب شاهید عزیزم ما زیاد وقتی نداریم، این قسمت برنامه فاصله خواهد بود، ولی در بخش دوم با هم میریم سری به ترکیه میزنیم، به فرانسه، به تظاهرات. ولی فقط یه نکته برات بگم جالبه، تو این وسط هر کی به فکر خیشه، متسازان جهانم در اندیشه اینن که یک طرح تازه بیارن. یه وقتی قبای آقای کرزای مد شد و ایشون شدن شیک پوشترین مرد جهان، حالا دیدم که لابد فردا این بوقی که آقای اشرف غنی گاه بر سر می نهد مد بشه، ولی حالا دختران کرد که دارن با داعش جنایتکار می جنگن، این اونیفورمشون شد مد امروز پاریس. نگاه کنیم به این
مانکن بسیار مشهور که لباس دختران کرد کوهستان و کردهای مبارز دلاوران رشید رو بر تن مانکن میبینیم. درنگی کوتاهی میکنیم، باز میگردیم و گپ و گفت مفصل و امیدوارم قابل توجه با محمد رضا شاهید ادامه خواهیم داد. با درود دوباره خدمت شما و شاهید عزیزم. خیلی جالب بود وقتی دیدم آقای بن افلک، هنرپیشه و کارگردان مشهور و مورد احترام من، به جز یه مورد که داستان گروگانگیری و اینا، یه مقدار به ایران توهین شده بود، نه به رژیم جهل و جور و فساد. ولی توی برنامه که گری بلمار داشت، ایشون جوابی به سام هریس داد که مسلمان ها رو گفت اسلام منبع اندیشه های بده. و بیش از 1 میلیارد مسلمان هستن، آدم های خیلی خوبی هم هستن، نماز هم میخونن، آدم کش هم نیستن، یه اقلیتی توشونه. تازه ماها 10 برابر اونا آدم کشتیم، از اونا کشتیم، کشورشون رو اشغال کردیم، زندگیشون رو ویران کردیم. نباید به خاطر یه چند یه اقلیت کل یه اندیشه و مذهب رو زیر سوال بود. واقعا جالب بود، گفت اونا اقلیتن که میگن وقتی کسی از اسلام خارج شد باید گردنش رو زد. ولی متاسفانه این اقلیت در کشور متمدن ما آقای بن افلک حکومت میکنه. بسیار اسباب تأسفه. اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی در کشور ما سنگسار میکنه، آدم میکشه، دست قطع میکنه، و اسلام ناب انقلابی ولایی سلفی سنی در عراق سر میبره، در سوریه سر میبره، در پاکستان، در افغانستان سر میبره. اینها رو باید ریشه‌شون رو زد. ولی واقعا مسلمان ها چه گناهی داره. هم چند روز پیش دوباره داشتم فیلم آقای اقاد رسالت مسیج درباره حضرت محمد و دین اسلام رو میدیدم. اون نگاهی که فیلمساز داشت، فیلمسازی که خودش قربانی تروریستا شد در عمان، در هتلی که اقامت داشت، و البته من با اون فیلم عمر و مختاره که با پول قذافی ساخت زیاد موافق نیستم، ولی این فیلمش بسیار فیلم زیباییه، بسیار لطیفه. یعنی نگاهی که به اسلام داره، اگر واقعا این نگاه امروز حاکم بود، ما دچار این مصائب و مشکلات نبودیم. اون نگاه متسامح، من یادمه این دو واژه تسامح و تساهل اصلا در ایران معنی نداشت. خاتمی که اومد روی این دوتا حرف تکیه کرد، بعد سید علی آقا نشون داد که بیزار از این دو واژه و متنفر از این دو واژه. خب شاهد عزیزم، اولا برای من بگو در پاریس چه خبر بود، کردها چه کردن، این تظاهرات، این ناجوانمردی اردوغان و حکومتش درباره کردها چه تأثیری در اونجا. امروز هم که دیدی در ادامه کشتار دیروز در دیاربکر و وان 14-15 نفر از این کردها و تظاهر کنندگان رو نیروهای سرکوبگر اردوغان به قتل رساندن. چه خبر بود در پاریس؟ بله، ابتدا باید از دریچه نگاه دولتی گفته باشم. هم آقای فابیوس وزیر خارجه با همتای ترک خود صحبت کرد، هم آقای فرانسوا اولاند، به این دلیل که واقعا در این تلاش و تفکرن که آیا فرانسه هم باید در سوریه تدابیر نظامی داشته باشه مانند عراق یا نه. هفته پیش آقای لودریان رفت پیش آقای هگل، همکار امریکایی خودش در واشنگتن، با هم صحبتهایی کردن. هنوز معلوم نیست که آیا فرانسه عملیات نظامی رو در سوریه انجام خواهد داد یا نه. آقای اردوغان گفته است که باید نیروی زمینی به اونجا فرستاده بشه و اروپا خیلی با این قضیه موافق نیست، چون میتونه خشونت‌های بیشتری به بار بیاره. اما در مورد خود مردم در شهرهای بزرگ از جمله پاریس، شهر نانت که حدود 2500 کرد در اونجا زندگی میکنن، مارسی یا تولوز، تظاهراتی برگزار شد و اتفاقا فرمایش شما چند تا از تظاهر کنندگان میگفتن که ترکیه ظاهراً این عملیات رو میگوید و انجام میداد، در دلش با ما کردها خوب نیست، ریشه قدیمی داره. به دلایل دیگر هم میتواند این شک و ظن وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هم اتفاقا این شک و ظن رو علنی گفته است که سوریه در حال تجزیه است و این
عملیات داعش مقدمه است برای جداسازی. حالا اینکه هفته های آینده این حدس و گمان چقدر میتونه قابل باور باشه خیلی ساده نیست گفتنش، برای اینکه باید غرب پاسخگو باشه. قبل از اینکه این برنامه رو آماده بکنیم با کارگردان برنامه که زحمات بسیاری بر دوش اوست و شاید شما و من هر بار باید از ایشون تشکر کنیم، رامین، میخواستم راجع به این مسئله صحبت بکنم. یادم افتاد این مطلبی جا نوشته نشده و فقط برای ساده‌گویی به این نتیجه رسیدم. یک مثلثی رو شما در ذهن تجسم کنید، بالاش بنویسید غرب، یک طرفش داعش و یک طرفش بشار اسد، و خواهیم دید که هر کدوم از اینا با اون دو تای دیگه دشمنن. یعنی غرب هم با داعش هم با بشار اسد، بشار اسد هم با غرب هم با داعش، و داعش هم با غرب هم با بشار اسد. در نتیجه این مثلث اتحاد نیست که آقای جمهوری اسلامی بگوید که این مقدمه تجزیه است و دیگر دوست دشمن، دشمن دشمن من دوست من نیست. پس این نوع نتیجه گیری ها در این روزها در حد حدس و گمانه، نه یک واقعیت و تعلیم. برای همین تظاهراتی که دیروز در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه انجام شد به این نیت بود و علناً از دولت فرانسه میخواستن که وارد عملیات نظامی بشه. جالب است که اگر یادتون باشه در ایران و در افغانستان هر بار که دولت‌های غربی برای نجات گروهی و عده‌ای وارد عملیات شدند، سایر تفکرات این عملیات نظامی رو محکوم کردند، و این بار یکی از معدود دفعاتی است که برای نجات کردها دنیا این عملیات نظامی رو تایید میکنه و درک کرد. ولی خیلی جالب براتون بگم، ترکیه 2 کیلومتر با کوبانی فاصله داره، میگه اگر قبر شاه سلیمان بهش تعرض بشه وارد اونجا میشه، اما کشتار صدها کرد، فقط 400 کرد دیروز و پیروز کشته شدن، ولی کشتار اونا برای آقای اردوغان مهم نیست، چون میخواد از این آب گلالود ماهی بگیره، کردها رو تضعیف کنه، میگه روشون رو کم بکنم، چون آقای اوجلان با اینا مثلا به توافق رسید و این توافق با ارتش و میت، سازمان امنیت ترکیه بود. ولی خیلی جالب، آقای اردوغان زیر این میزنه و شنیدم یه درگیری گسترده با عبدالله گل ایشون سر همین ماجرا داشته که اصلا عبدالله گل ترجیح داد به کلی خودشو بیرون بکشه، آقای اردوغان با بانوی روسری به سرشون که لباسای کریستین دیور میپوشن، کلاهکی هم به سر میذارن، بیان و مانور بدن. آنقدر این مرد خود رو بی اعتبار کرد که تمام دستاوردهای اقتصادیش به نظر من یه طرف رفت، و این موضعی که در برابر مصر گرفت، رئیس یه دولت بره تو سازمان ملل، به رئیس یه دولت دیگه منتخب مردمه و آزادتر از ایشون انتخاب شده، بیا توهین بکنه، توهین بکنه و به ملت مصر توهین بکنه، خیلی بد بود. خانم جنیفر ساکی هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حرف جالبی زده، گفته واشنگتن نمیگذارد شهر کوبایی سقوط کنه. دیروز آقای شاهید، من بودم برنامه منو دیدید یا نه، این فیلمی که ما داشتیم از حملات هوایی به داعش در نزدیکی شهر کوبانی فوق‌العاده بود، یعنی آنقدر پرسایس و دقیق نفرات رو حتی میزدن، و بسیار این فیلم جالب بود، خیلی به نظر من جالب بود. همینطور فرانسوی ها الان مشارکتشون در عراق خیلی مؤثر بوده، منتها بحث این همونطور که شما گفتید، چرا فرانسه به سوریه نمیره؟ وجود فرانسه در سوریه اتفاقا مهمه، فرانسه مادرخوانده سوریه و لبنانه، و الان این دایره فتنه داعش داره به لبنان هم کشیده میشه، و من بسیار نگران و متاسفم، و امیدوارم واقعا آمریکایی‌ها و متحدانشون بتونن کاری بکنن. خب شما آیا هیچ در پس پرده خبری از میزان حضور فرانسه در عملیات دارید، و آیا ما باید شاهد گسترش این حضور باشیم؟ چون که آقای لوران فابیوس در مجلس روز سه‌شنبه در این باره صحبت کرده، شاید علنی‌گویی او دقیقاً آشکارا مشخص بکنه نگاه فرانسه.
خود آقای فابیوس گفت که وقتی امریکایی‌ها و متحدین عربیش نتونستن با همین بمباران‌هایی که شما می‌فرمایید و به دفعات و هر روز عکس‌های منتشر شده از دودهای برخواسته عظمت و شدت بمباران‌ها رو نشان میده و به هر حال این نوع بمباران‌های کور یک نقطه‌ای رو هدف قرار میده در حالی که نقطه‌های دیگه فعالن و برای همین هست که شما با نظم نمیتونید به جنگ بی‌نظمی بروید و اگر هم شما به بی‌نظمی متوسل بشوید ایده و خواسته داعش همین است به خونریزی‌های شدید خواهد رسید. این که فرمودید چرا عراق در فرانسه در عراق بیشتر فعاله و نه در سوریه بهتر از من میدونید، تمام تحلیلگران سیاسی هم با این نظر موافقم که در یک مجموعه تصمیم گیری سیاسی درست مانند یک نمایشنامه تئاتر مهم نیست که هنرپیشه 18 دقیقه رول اول رو داره و یک بازیگر دیگر 4 دقیقه، اون مجموعه است که اون داستان و اون نمایشنامه رو به بیننده و خواننده منعکس میکنه. نقش فرانسه به دلیل همون قدمتی که شما میفرمایید از زمان قبل از جنگ عراق با ایران، حضور نظامی فرانسه، تعلیماتی که میداده است همیشه در عراق بوده. در سوریه بشار اسد خیلی همراه دولت فرانسه نیست و اگر بار اول در 14 ژوئیه کنار آقای سرکوزی در جشن ملی فرانسه ایستاد، جمله آقای سرکوزی رو من به خوبی یاد دارم، گفت ما همیشه در دوستی حتی مجبوریم به دشمنانمون هم باش گفتگو بکنیم و در نتیجه اصلا با دوستانمون که بحثی نخواهیم داشت. آقای شاهی، همان زمان هم بشار اسد خیلی با فرانسه میانه خوبی نداشت و بیشتر میدونید که در بلوک شرق هم میشه بله. فعال بود مانند پدرش حافظ اسد. اما امروز با آنچه که آقای فابیوس گفته و همونطور که خدمتون گفتم آقای لودریان وزیر دفاع رفت آقای چکگل رو در واشنگتن دید، اتفاقا همین امروز پنجشنبه و فردا جمعه G20 آقای میشل سفن وزیر بودجه هم رفته، دو روز نشست هست در واشنگتن. اونجا یه مقدار مسائل مالی رو هم قرار هست که بحث و نظر بکنن و حضور نظامی جدی اگر به خصوص اونطور که ترکیه میگوید که باید نیروهای پیاده هم حضور داشته باشن، هزینه است که باید مشخص بشه چه دولی در این پرداخت هزینه شرکت خواهند کرد. نمیخوام این دو تا موضوع رو از دست بدیم، گویا که مسائل خیلی زیاده ولی چون مستقیما به خود شما مربوطه. یکی این که آقای شاهد، این داستان گلدوزیدن که شما هم گزارش کردید بود در خبرگزاری و غیرم دیدیم، واقعا داستان چی بود؟ این ادعای مجاهدین صحیحه که این یک توطئه جمهوری اسلامی است یا واقعا شما دیدید و مشاهده کردید و اون فردی که در گلدونها جی پی اس گذاشته بود این اتفاق افتاد؟ چی بود داستان؟ این رو میخوام خود شما برای من نقل. بله، البته این موضوع هر بار که به موضوعی به مجاهدین مربوط میشود یکی از اصل خبر و یکی بازتاب و حتی نه در هیئت مدیره مجاهدین، ادهی که خودشون اسمشون رو میگذارن جانبدار و هوادار و اینا همیشه به اصطلاح فارسی کاسه داغ‌تر از آش که همین امشب خدمت من و شما توی فیسبوک میرسن. بله بله، البته پاسخ لازم به اونها داده شد و بله یه مورد شما خیلی جالب بود. بله بله، فکر نمی کنم دیگه این اتفاق بیفته. بله، با اینکه من دوست ندارم مسائل پشت پرده رو بگم ولی اگر لازم بشه خواهم گفت. در مورد این خبر، این که این گلدانهای ربوده شده از بالای گور کسی که به تازگی فوت کرده بوده و همسر 59 ساله هفته چند بار گلدون میگذاشته و این گلدونها رو در مقر مجاهدین هیچ نوع اغراق خبر وجود نداره. آقای افشین علوی سخنگوی مجاهدین هم گفته بله این گلدون اینجا هست ولی ما نرو بودیم، ما اینا رو یا خریدیم یا به ما هدیه میکنن. و من در اون گزارش با شرط انصاف این رو هم گفتم که ممکنه چون بحرانهای مالی وجود داره خود گلفروش گلهای دزدی بخره برای اینکه هزینه رو بیاره پایین‌تر و بعد بفروشه یا حتی تا اونجا میشود به اغراق یا به واقعیت دید مسئول کسی، همه مجاهدین که فرشته نیستن که بله در هیچ تفکری فرشته تام و تمام نداریم، ممکنه اون کسی که مسئول خرید گله دو سه تا گلدون رو هم دزدیده و یا
اتفاقات دیگر به قول خود همون کسی که این جی پی اس رو گذاشته، باید دید چرا این گلدان گل از محل گورستان تا این مغر مستقیم رفته و نرفته به گل فروش. فرض هم بکنیم که توطئه‌ای در کاره، ولی جالب بود شما خبر به این که بعدا شما تبدیل بشید به مأمور جمهوری اسلامی و مزدور و میدونید این نه، ولی کار شما جالب بود. کار شما که رفتید کمی بچگانه است شما که نمیتونید که هر انسانی گذشته خودش رو نگاه میکنه به دهها میپذیره که مسیرش درست نبوده. ما طلاق داریم در عشق و عاشقی ازدواج ها، ولی تنها کسی که از روز اول تا به امروز اشتباه نکرده، سوره عربی خونده، کراوات نزده، کراوات زده، ترور کرده، با جبهه شرق بوده، با جبهه غرب بوده، هیچ وقت مأمور هیچ جا نبوده، ولی آقای رجوی نویسی چه سیاه چه سفید خبر رو بگه بسته به میلشون در موضوعات مختلف میتونه مأمور جمهوری اسلامی باشه. نه در این مورد با جمهوری اسلامی میگم از اخلاق کار دوست ندارم مسائل پشت پرده. آقای شاهید، اگر لازم بشود خواهم گفت. آقای شاهید در این مورد هیچ تفاوتی با جمهوری اسلامی آقای رجوی نداره، یعنی ایشون هم مثل سید علی آقا فکر میکنه، دستگاه اطلاعات مجاهدین هم عین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه آقای خامنه. اما یه نکته جا شما اولا گورستان رو نشون دادید و بگذارید من اینجا موضوعی رو بگم که با صدای زنده یاد الهه ثبته و اون ببخشید آقای نوری‌زاده، خانم مرضیه و دخترشون هم اونجا به خاک سپرده شدن. و نکته جالبی برای شما بگم، روزی که من برای مراسم تشییع جنازه مرضیه رفته بودم اونجا، خانم مریم رجوی بسیار با من با ادب و احترام رفتار کردن. حتی یکی دو مجاهد که میخواستن مزاحم و متلک و از این چیزا، هم خانم رجوی و هم خواهرشون خطاب به اونها گفتن که مؤدب باشن. و یکی از مواردی بود که در دو سوی خبر باید این رو هم گفت که من برادر آقای رجوی که پزشک هست از بلژیک به من تلفن کرد، نه این بار در یک مورد دیگر. برحال نمیخوام به هرز و حاشیه بروم. نه من یه نکته رو اجازه بدید در تایید حرف شما اینو میخوام بگم، زنده یاد الهه برای من تعریف کرد و این ثبته، من و همکار عزیزمون جمال بزرگزاده در خدمت الهه بودیم کوتاه زمانی قبل از اون که بره به ایران و بعد در گذشته او که همه ما رو گریان کرد. الهه برای ما تعریف کرد که در سفری که داشت رفته بود با مجاهدین به عراق رفته بود و بعد در برگشته به پاریس، هم گذرنامش و هم 4000 دلارش رو از اتاقی که بود دزدیده بودن و ایشون شکایت برده بود پیش خانم مریم قاجار، مریم ازدانلو قاجار رجوی، و خانم رجوی قول داده بود با این مسئله برخورد کنه. متاسفانه نتونسته بودن پول و گذرنامه ایشون رو پیدا کنن چون گفته بودن در اونجا سی سی تی وی نیست، ولی به ایشون حداقل فکر میکنم خسارتشون رو بازگردونده بودن و پوزش رسمی هم ازشون خواسته بودن. این اتفاقا در درون سازمان مجاهدین تازگی نداره، همیشه هم اتفاق، ولی خب این دلیل برای نیست که بگید کل رهبری سازمان گلدون دوز بودن، نه یکیشون ممکن از این کارا کرد. نکته بعدی که میخوام ازتون بپرسم و باز به نظر من خیلی جالبه اینه که بینندگان ما بدونن آقای شاهی 600 کیلومتر پا میشه میره به مزرعه انگور، انگورچینی، یک رسمی که چندین قرنم از و تابستونا که میشه جوونا هم از فرانسه هم از کشورهای اروپایی و جاهای دیگه میان و میرن ساعتی اونم چقدر میگیرن انگورچینی میکنن برای اینکه شرابخانه ها بی انگور نماند و چراغش خاموش نشه. چه بود داستانتون آقای شاهید؟ بله این گزارشی است که من برای زیر آسمان پاریس در دست تهیه دارم، در دست مونتاژ. به 300 کیلومتری پاریس رفتم، یک 48 ساعتی هم اونجا بودم و این خانواده‌ای که از من پذیرایی، واقعا پذیرایی کردن. ما ایرانی ها مشهوریم به میزبانی و میهمانداری، ولی واقعا باور کنید فرانسوی ها هم در خیلی موارد و نه امروز، از سالهای دانشجویی من وقتی اتاق در یک خانواده داشتم این رو شاهد بودم، تمام کمال همکاری رو با من داشتن. 9 نسل که اینها
این تاکستان انگور رو دارن 150,000 بطری شراب در سال تولید میکنند. 10% شراب فرانسه از این منطقه سومور نزدیک رودخانه شر تهیه میشود. گفتنی بسیاره، میدونید انگورچینی در سال حدود 4500 نفر رو برای یک ماه به کار میگیره. البته الان ماشینالات هم نقش بیشتری دارن و کمتر با دست و قیچی زده میشه، اما واقعا زندگی در اونجا. به انباری رفتم که این شراب ها اونجا در بشکه های بزرگ چوبین نگهداری میشه 15 متر زیر زمین و حضور در جایی که حدودا 600 سال پیش اونجا ساخته شده. و یک نکته عجیب آقای نوریزاده، من همیشه به من میگفتن بوی خاک دی خاک ایران رو یا خاک وطنشون رو با خودشون به اینجا اونجا میبرن. من خیلی این رو لمس نکرده بودم و نکته عجیب، شعر خیام و مولوی هم زمزمه نمی کردم، اما در این انبار 15 متری زیر زمین جایی که این بطری های شراب قدیمی بود، بوی ایران رو من اونجا حس کردم. بسیار زیبا. آقای شاهدی، خبر خوب بهتون بدم. آخرین خبری که الان به دست من رسیده، نیروهای داعش از بخشایی از شهر کوبانی که اشغال کرده بودن بیرون رانده شدن، فرار کردن و حالا رفتن بیرون، دوباره دارن خود را آماده میکنن برای حمله مجدد. این نمیدونم در دسترس از فیلمی رو که ما پخش کردیم از بمباران، بسیار جالب بود. من مطمئنم بینندگان ما هم علاقه مندن یه بار دیگه اینو ببینن. شما هم ببینید، فوق العاده است این فیلم. این فیلم رو با هم ببینیم بعد راجبش صحبت میکنیم. عجیبه آقای شاهید، این دقتی که در زدن دارن. بعد اونا هم البته با موشکای ضد هوایی و با توپای ضد هوایی مشغول هستن، ولی عجیبه، عجیبه. من که فوق العاده تحت تاثیر قرار گرفتم. آقای شاهید، شما در پاریس هیچ اقداماتی رو شاهد هستید در رابطه با آیت الله کاظمینی بروجردی که منتقلشون کردن به یه بندی که مخصوص اعدامی هاست و ایشون تحت فشار خیلی شدیده؟ به صورت خیلی خاص و موضوع در ارتباط با ایشون نه، ولی فردا شب در میدان حقوق بشر در مجاورت برج ایفل یک مراسم 2 ساعته هست برای همه مسائل حقوق بشر که البته به این موضوع هم پرداخته خواهد شد. آقای نوریزاده، از بار برنامه قبلی که با هم خدافظی کردیم تا به امروز من چند تا خبر کوتاه که فکر میکنم میتونه متفاوت با تمام مسائل و مشکلاتی که شنیدیم داشته باشه، آیا وقتی هست که من اینا رو سریع بدم؟ بله به سرعت اگر بفرمایید. بله ما 2 دقیقه وقت داریم.
سه تا خبر میخواستم براتون بگم. یکی این که هفته تغذیه و مزه در فرانسه اجرا شد، آن هم نه به هر شکلی بلکه زیر نظر سرآشپز کاخ الیزه برای 4 روز. تمام دفاتر و بنیادهای این اهمیت رو به عهده گرفتند و معرفی کردن. آقای حتما لبنانی هم اول میشن در هر جایی مزه. 79 مزه دارن. بله میفرمایید. اگر ایرانی ها شرکت کنن مطمئنم ایرانی ها. بله ما هم با اون کوکوهای مختلف و با رنگینک و با غیره. بله درست سالات ها و بله. نکته دیگر که میخواستم به شما بگم، مرکز تجارتی بوگرونل که زمانی اسمش گذاشته بودن تهران روی سن به خاطر همون تهران جلس رو که میگفتن، برای که اغلب این منطقه ایرانی نشین بود، البته دیگه الان نیست، و اونجا به خاطر مبارزه با سرطان سینه یا سرطان پستان در واقع برای خانم ها کندوهای عسل گذاشته بودن. تا 20 این ماه هم ادامه داره. اگر ایرانی ها این رو میشنون میتونن برن روی پشت بام 400 هزار زنبور و عسل ها رو به صورت سمبولیک با حجم کم ولی با یه قیمت بالا میفروشن و بعد درآمد حاصله میرود به انستیتو ماری و کیوری که جایی در تحقیق و تجسس برای درمان سرطان. نکته دیگر، 2 مراسم سالیانه در پاریس اجرا شد. یکی شب بی انتها است که برای جوان هاست، کنسرت های مختلف میذارن، اتوبوس و مترو مجانی تا صبح تا جوان ها برن به شادی و سرگرمی دل خوش کنن. محمد رضای عزیزم متاسفانه وقتمون تموم شد، گفت ما که سیر نمیشیم. انشالله در برنامه بعدی مفصلتر راجع به این ایونت ها و مراسم صحبت میکنیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق همکار نازنینم محمد رضا شاهید، تا فردا همه را به پروردگار عاشق می سپارم.